د رب العزت په سپېڅلي نامه نن د غبرګولۍ شپږمه چې د کال میلادي کال 2021 د مې میاشتې د 28 سره برابره ده. زموږ نننۍ لمانځ غونډه چې د نجونو د میاشتنۍ عادت د نظافت نړیواله ورځ ده او دغه ورځ لمانځو. نن د نجونو د میاشتنۍ عادت د نظافت نړیواله ورځ ده او دغه ورځ لمانځو. زموږ درانه مېلمانه هر یو آغلې رنګینه حمیدي د پوهنې وزارت سرپرست وزیره، همدارنګ آغلې ډاکټر وحید مجروح د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر صاحب، د ښځو چارو محترمه سرپرست وزیره آغلې حسینه صافی، د کلي او بانډو د پراختیا وزارت لخوا رالیږل شوی همکار زموږ ښاغلی انجینر غلام قادر، په افغانستان کې د یونیسف نماینده ښاغلی هروی، او همدارنګه موږ سره د لرې لارې څخه د هیواد لومړۍ میرمن آغلی رورا غنی چې له بده مرغه د بېلابېلو لامنونو له کبله ونه شو کولی زموږ نننۍ لمانځ غونډه کې حاضر اوسیږي، خو د دوی ارزښت او لومړیتوب د نجونو زده کړو او روغتیا او حفظ الصحې په برخه کې زموږ په نننۍ محفل کې د نجونو د غوره راتلونکي لپاره د ښې ارادې ښکارندوی دی. همداراز په تالار کې رسنیز همکاران، مدني فعالان او تاسو ټول د قدر وړ مېلمانه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر ښه راغلی زموږ نننۍ لمانځ غونډې ته. نخستین سالهای بلوغ سالهای متشمل از تغییرات عظیم فیزیکی و ذهنی در حیات دختران به حساب می روند. آغاز دوران حیض، گذرگاه طفولیت و بلوغ که سفری مملو از توقعات و محدودیت‌های به حساب است و به حساب می رود. دوران حیض یکی از دلایل نرفتن دختران به مکاتب و یا حاضر نبودن دختران در صنوف درسی هر 5 روز ماهانه، هر 5 روز ماهانه که مجموعاً 60 روز و یا 2 ماه در سال می شود است. دستشوی های جداگانه در مکاتب، معلومات لازم دوران حیض و محیط پاک و سالم در مکاتب حق هر دختر افغان است. یونیسف افغانستان او د پوهنې وزارت د حیض دوران ستونزې چې انجونې ورسره مخامخ کیږي او تاثیراتی د هغوی پر زده کړو او پر ښوونځیو کې د حاضرېدو په برخه کې کړي دي معلومات راغونډ کړي، چې دا په ډاګه کوي چې یوازې 6.8% ښوونځي په افغانستان کې د څښلو پاکې اوبو ته لاسرسی لري، چېرته چې یوازې 38% ښوونځي د بهداشت، پاکوالي او حفظ الصحې په برخه کې لومړۍ اسانتیاوې برابرولی شي، چېرته چې نن موږ د روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، د ښځو چارو وزارت، د کلو او بانډو د پراختیا وزارت او همدارنګه د یونیسف افغانستان په همکارۍ حیض دوران د پاکوالي ورځ چې 28 د می د غبرګولۍ 9 سره برابره ده لمانځو. زه حنا اصفی وردک ویانده، همدارنګه زه یونیسف افغانستان لومړی د ځوانانو سفیره د نننۍ لمانځ غونډې د کوربتوب افتخار لرم. په ښوونځیو کې د نظافت رعایتول او د روغتیا ساتنې اسانتیاو ته لاسرسی د نجونو د زده کړو د دوام لامل کیږي. دغه موضوع په تفصیلي ټکو سره د هیواد لومړۍ میرمن آغلې رورا غنی د رالیږل شوي ویډیویي پیغام په مرسته موږ او تاسو ته وایي او موږ سره یې شریکوي. خپل تخنیکي ټیم همکارانو ته یو ځل بیا زحمت ورکومه ترڅو په تالار کې ناست مېلمنو ته دغه ویډیویي پیغام پلی کړي ترڅو موږ ټول شاهدان اوسیږو. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار گرامی، دختران نازنین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال می شدم اگر این برنامه مهم حفظ صحه دختران جوان امسال در یکی از مکاتب دختران برگزار می گردید، چون علاوه بر خانواده مکتب هم جای است که معلمین محترم به دختران جوان باید در مورد حفظ صحیحشان آموزش دهند. امیدوار هستم به تغییر مکان برنامه در آخرین دقیقه مانع اشتراک گسترده دختران جوان در برنامه نشود تا دختران بتوانند معلومات لازم به دست بیاورند. از اینکه نتوانستم حضوری در جمع شما حاضر شوم، بینان خواستم با استفاده از این ویدیو پیام خیش را در این روز مهم با شما شریک سازم. نسل جوان ما برای ما اهمیت زیاد دارد. از این رو ما هم در قبالشان مسئولیت داریم تا در مورد دوره بلوغ و رشد و نمو وجودشان برایشان آگاهی دهیم.
این یک مرحله جدید زندگی است که دختران ما دوره کودکی را سپری نموده و من حیث دختران جوان در جامعه قدم می‌گذارند. پس وظیفه والدین و معلمین مکاتب است تا در این مرحله حساس و دختران جوان از در مهربانی و شفقت پیش آمده و برایشان اطمینان دهند که این تغییرات طبیعی و متوقع هستند. همچنان ضرورت است تا دختران جوان به صحت خیش توجه خاص نموده و تغییرات به وجود آمده را به سربلندی و خوشنودی بپذیرند و در حفاظت و نگهداری جسم و روانشان سعی و تلاش نمایند. دختران جوان ما مداران آینده این کشور هستند. لذا اگر در همین دوران بلوغ به حفظ صحت خیش توجه جدی داشته باشند، در آینده نیز یک مادر صحتمند خواهند بود و می توانند در میان فامیل نیز رعایت نظافت را مروج سازند. قابل یادآوری است که نظافت جزء ایمان است و دین مبین اسلام ما را به نظافت و پاکی راهنمایی می کند. پس لازم است تا ما با استفاده از این آموزه های دینی به صحت و سلامتی و نظافت خیش توجه لازم داشته باشیم. امیدوار هستم در قسمت فراهم نمودن جای مناسب و مشخص برای دختران در مکاتب، آب و وسایل حفظ صحه، وزارت محترم معارف توجه خاص داشته باشند تا دختران ما با مشکلات روبرو نشوند. با امید اینکه دختران جوان ما راهنمودهای صحی را در دوران بلوغ در نظر داشته باشند تا در آینده از صحت کامل برخوردار باشند. زنده باد جوانان عزیز و با احساس کشور. و من الله التوفیق. دی تحقیقی تیم همکاران خیلی ریزت مننه. سلسله تحقیقات یونیسف افغانستان و وزارت معارف ثابت کردند که 30% دختران در دوران حیض از رفتن به مکاتب جلوگیری میکنند. همچنان ثابت کردند که 30% از دختران در دوران حیض احساس تنهایی و گوشه‌گیری میکنند. همکاری به بیان وزارت معارف با یونیسف افغانستان در جمع‌آوری این همه معلومات و بالاخره در اجرا کردن اقدامات لازمه در عرصه تعلیم و تحصیل دختران و حاضر بودن دختران در صنوف قابل خوشبینی است. با احترام کامل از خانم رنگینه حمیدی سرپرست وزیره صاحب وزارت معارف تقاضا میکنم تا روی سی تشریف آورده سخنان خود را تقدیم بقیه مهمانان ما کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر صاحب محترم، مجروح صاحب، مستر هرف، در یونیسف همکاران و در بین المللی دوناران و همکاران و خویند و ورون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رازمون ایک مرغه بی بی جان زموش از رکی چی میخبوری وی پا پایام که چی میخبوری وی اغای خبل پا ویانی که رتو ویلی خوزه بیا هم تکرارون. من حیث سرپرست وزارت معارف زغارم دوستان سر شریک کم چه در وزارت معارف هدف دا نده چی فقط در ماشومان و پا مغز که فرمولا ها و یا معلومات زای پا زایی که در وزارت معارف اصلی هدف داده چی یا ماشوم تا پا دول اسکال چیز مش سر جوان تیروی اغت در جوان لار اروشیو شی اروشیو بد اروشیو او در انتخاب چی پا جوان که هاگه ماشوم وقتی چی بلوغت یا در اتل اسکال و روست در ماشوم ورسی جی اغت پا جوان که شی انتخاب وکی که مش داغ وظیفه پر ځای کو وزارت معارف انشاءالله تعالی خپل په کارو کې کامیاب دی او کامیاب کیږي. چون چې د وزارت معارف اصلي هدف دا دی چې یو انسان ته انسانیت وروښیو او هغه ته د ژوند لاره راهنمود وروښیو. لکه بی بی جان چې خپل په سپیچ کې مو وویله، نظافت زموږ څه د مبارک دین د اسلام یو جز دی او دا حدیث شریف دی چې نظافت نیم د ایمان دی. زموش سیسی روزمره سنت چی موشه پرزای کهو چی پینزه وقت المنز پا ورس که کهو او دست تازه کهو
هدف د اودس بل هیڅ شی نه دی. خدای تعالی اودس ته ضرورت نه لري. مش انسانان ضرورت لرو چې خپل ځان پاک او په نظافت کې وساتو، چې د اوبو استعمال کوو، او یعنی دا زموږ پنځه وخته فرض لمونځ، زموږ ایمان، زموږ دین راته وایي چې موږ باید ځان پاک وساتو، او روزمره مو اقلا پنځه وارې په ورځ کې فکر پر دی چې موږ څنګه نظافت مراعت کو. او دا د میاشتني عادت د انجونو د ښځو دا یو طبیعي بایولوژیکل یعنی طبیعي بایولوژي پروسه د غټوالي ده. هر انجلی په هر مذهب په هر کشور کې په هر یعنی د دنیا په هر کونج کې چې یو انجلی بالغ کیږي دا محور عادت یو طبیعي حالت دی چې د هغې ژوند سره هغه خپل په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي. سینې ټولو ته معلوم دی، هغه چې په طبیعي معلومات لري، د نه کلن څخه تر اتلس کلن پورې مختلف انجونې په مختلف ساحو کې د دې طبیعي حالت سره مخامخ کیږي. نه عیب دی، نه شرم دی، او دا نه غیر الهي یا غیر انساني کار دی. او زموږ په مبین دین اسلام کې دا فرض دی وخت چې یو نجلۍ خپل بلوغ ته رسیږي پر هغې فرض کیږي چې هغه ټول هغه شرایط چې بیا به د خیرت مشخور وروسته پر دې باندې خبرې وکړي، هغه د خپل په دې حالت کې په فرض یې وپوهېږي چې د دغه حالت فرض یې څه شي دی، څنګه فرض مراعت کړي د لمونځو د اوداسه په هکله. نو انسانیت او اسلامیت موږ ته دا شی منلی دی او زموږ د ژوند یو جز دی. دا به ووایي چې د بي بي حواسه شروع او در اخره ورځې پورې چې هر ښځه په دې دنیا کې تیریږي د دې شي سره به مخامخ وي، او دا حقیقت به موږ منو چون چې دغه موږ په عامه اسلام مریضي ورته وایو، مریضي خو نه ده، دا عادت محور حقیقت دی چې ژوند ته ادامه ورکوي. وخت چې عادت محور نه وي زموږ د دنیا د انسانیت یعنی د انسانانو ژوند هم نور به خلاصیږي. او که موږ غواړو چې دې ژوند ته ادامه ورکړو، طبیعي خبره ده چې دا باید قبول کړو چې دا د ژوند یو حقیقت دی. او په دې تغییرات کې چې د انجلۍ په وجود کې راځي، دا نه یوازې فزیکي تغییر راوړي، زموږ تاسې جامعه باید په دې وپوهېږي چې دا روحي تغییر هم راوړي. چون چې اوس سایکالوجي یا مدیسن ډېره مخته تللې ده په ټوله جهان کې، او که ښځه په فزیکي تغییرات وجود راځي، روحي تغییرات هم ورسره دي. او زموږ معلمان، صاحبان، استادان، مندې، پلرونه، فامیلونه باید په دې وپوهېږي وخته چې یو نجلۍ د هغه تغییراتو سره مخامخ کیږي، طبیعي خبره ده چې د هغې فزیکي او روحي حالت تغییر خوري. د وزارت معارف مسؤلیت یا مکلفیت په دې کې څه شی دی؟ نه یوازې د وزارت محترم معارف، بلکې د هر مکتب، هر مدیر، هر معلم او معلمه مسؤلیت او مکلفیت داری. اول دا چې موږ باید ټولو خوندو لورو انجونو ته آماګاهي ورکو په دې اکله چې دوی ته وښیو چې دا عیب نه دی، دا مریضي نه ده، یعنی مریضي په دې معنا چې دا د دې د تشویش وړ نه ده، یو نورمال طبیعي حالت د ژوند دی. او ټول باید دې ته آمادګي ونیسي د نهه کلاسه شروع بیا در هر وخت ژوند پر چی چې دوی په مکتب کې انجونی باید آماده سي دي ته. او موږ مننه د یونیسف او بالخصوص دوناران چې یونیسف سره کومک کړی دي، دوی غوښته مننه کوو چې په دې کې زموږ سره همکاري په خوا هم کړې و. پاینده کې به هم کوي، زموږ یو قوي پارتنر یونیسف دی، ډېره مننه په دې کوم چې او پیژو چې نن بیا هم ډېر بوکلتونه چاپ کړي دي چې هغه انشاءالله تعالی د وزارت معرف په اختیار کې راسپاري د خیره. دوهم زموږ مکلفیت وظیفه د وزارت معرف چې په هر مکتب کې د حفظ الصحې لپاره د تشنابو او د اوبو زمینه برابره کړو. وس هم موږ ډېر مکتبونه لرو متاسفانه چې که تشناب لري اوبه نه لري، که د اوبو زمینه سه تشناب نسته. او که موږ غواړو چې انجونې په مکتبو کې وساتو، دا زموږ وجدانن ایمانن وظیفه ده او باید عملي کړو چې په هر مکتب کې، خصوصا د انجونو په مکتب کې، که موږ غواړو چې انجونې په مکتب کې وساتو، دوی ته تشنابونه جوړ کړو او د اوبو زمینه ورته برابره کړو.
پڅنکی او بیا هم د یونیسف څخه پدې کوم تشکر کوم چې د واش برنامه پدې تشابه جوړول کې زموږ سره غټ کومک کړی دی او دا کومک به دوامدار وي ان شاء الله. دریم مکلفیت چې لرو د کلینیک جوړول دي چې په مکتبو کې زمونانم پر مشګران دی او غوتم دا زمينه برابر خو اکلن که د انجونو مکتبو ته مش د پایلټ پروژې شروع کوچې په هر د انجلی په د انجونو په مکتب کې یو کلینیک یو ساده کلینیکم برابر کو دا به یو غټ کومک د انجونو سره او ان شاء الله دا وعده ده چې مش په خپل حل ځلی کو په کمو امکاناتو چې لرو خو دونران به پیدا کو همکاران به پیدا کو په دې کې مش سره کومک وکي. او اخیری ژمنه او وعده می داد اساس سره چې وزارت معرفت تاسو ټول خبر یاست چې یو غټ اصلاحات را مخته کړی دي، تشکیلاتی اصلاحات، پروګرامیک اصلاحات او په زمین کې زموږ نصاب ان شاء الله تعالی په ژرترین فرصت تغییر خوري. دا می وعده ده در سره وس هم شکر الحمدلله په نصاب کې خصوصا په تعلیمات اسلامي کې د لسم سم څخه د دولسم سم پورې دا موضوع باندې ډیر معلومات په کتابو کې سته، خو زه در دې هم اضافه غواړم چې په نصاب کې خصوصا انجونې چې په څلورم پنځم صنف کې د دوی په ساینسي مضامینو کې اجتماعي مضامینو کې دغه موضوع واضح راسي په نصاب کې، البته په اجتماعي او کلتوري فرهنګي اساسات پر نظر کې نیولو سره هغه محتوا چې ضرورت یې هغه ورته برابر کړو. او دا مې وعده ده د خیره که ژوندی وم او په دې وزارت کې وم په نصاب کې به د خیره دا تغییرات جدي توجه ورته وسي. په آخر کې بیا هم کومک تشکر کوم د یونیسف څخه او د ډونرانو څخه چې بالخصوص دوی سره کومک کوي، کوریا، جاپان، یو ایس ایډ او فنلند بالخصوص چې هر وخت همکاري وزارت معرف ته راکړې ده. او زه ژغ پر ټوله وطنوالو کوم نن یو خوش خبري بلم لرم چې یو دوست دلته تشریف لري، هغوی د محور عادت په عقل یو پروژه چې هغه اقتصادي بودم لري په انګلیسي اصطلاح ریوزبل پادز ورته وایي، نه پوهېږم په پښتو دري دی ته به څه شي وایي، خو دا یو مهم بود دی چې د ښځو د اقتصاد وضع په افغانستان کې اوس هم ضعیفه ده او خصوصا دا تغییرات سیاسي تغییرات چې مخته لرو معلوم نه دی چې په افغانستان کې به کم تغییرات راسي، خو د شوزو آینده او د شوزو د اقتصاد پر پښو درول یو مهمه موضوع ده چې موږ د زلا احمد خور چې دا خور پروګرام شروع کړی دی سیف پاد په نامه هغه هم ادامه پیدا کی او نور دوستانو سه هم داخلي کو چې هلی ځلې وکي چې چون چې د عادت محور په ارتباط یعنی اقتصادي بود استا چې دا یو بوج دی پر شاګردانو او پر ښځو چې وس نه لري چې هر میاشت مواد رانیسي. اما که داسې پروژې لکه د سیف پاد په نامه ادامه پیدا کړي او یا تشویق سي هغه خوندو مندو ته چې ضرورت د موادو ته لري اما ریوزبل چې هر میاشت دا برته پریولسي او استفاده سي او د دوی صحت په نظر کې نیولې دا یو غټ مثبت پوینټ دی چې باید موږ ټول په دې کې همکاري وکړو. په آخر کې دا وایم چې د وزارت معرف څو بوده دي، یو دا چې موږ شاګردان جذب کو او پر دې باندې ډېر هم بین المللي دوستان هم خلک چې انتقاد په وزارت معرف لري هم وطنان دا وایي چې 3.2 میلیونه شاګردان اوس هم د مکتب څخه د باندې چې د هغه 80% انجنکیانې دي، یعنی چې واړه دي موږ هغه باید جذب کړو مکتبو ته. اما وخت چې موږ جذب کړل د دوی ساتل در دولسم صنف پورې بله ستونزه ده خصوصا د انجونو په عقله. او موږ په دې پوهیږو که موږ یو نجلۍ تعلیم یافته کړو یا باسواده کړو هغه 3 نسله نور روزي په مقایسه د یو ورور، نو که موږ تاسې غواړو چې معرف ته ادامه پیدا سي او کیفیت ته معرف لوړ سي موږ مجبور مکلف یو چې خپل پر انجونو باندې هغه سرمایه چې ما باید موږ پر خپل لوړو باندې بند کړو موږ مجبور مکلف یو چون چې زموږ لوړې که باسواده سي 12 کاله دوی زموږ سره پاتې سي دوی به زموږ 3 نسله آینده ته د سواد زمینه برابروي در دې چې موږ پر زامنانو تنا توجه وکړو. نو په آخر کې دا وایم چې په انګلیسي هم وایم بیا به ترجمه هم کوم چې investment in girls education is the right investment.
په دې معنی چې کومش په انجونو باندې سرمایه بند کو هغه بهترینه سرمایه مو ده. روز مو په خیر، ډیر تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، تر هر څه مخ کې د خپل خوندو ته چې د غونډې ته تشریف راوړې او به د هغې نه پس ته زما مشره خور وزیر صاحب د معارف، my brother and colleague, the counter representative of UNICEF in Afghanistan. Zmur the Shao Bodo Rose Malguru, Parasaniuki, Obedarai Gulamak and Gusta Shifa Ordin. Salamo Wakna Hamashma Bahair. So Husholestum K. Der Rose Hoike. در سخت درگیر مبارزه با موج سوم کرونا هستیم. فرصت ازیرا میافتم که در کنار خواهرای خود باشم و مناسبت را تجلیل کنیم که به دلیل عدم توجه به او در بستر فرهنگی که ما و شما زندگی میکنیم، متاسفانه ضمن تمام خشونت های تعریف ناشده ای که در برابر خواهر و مادر و دختری وطن جریان داره، یک بار بیش کلان صحی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی را روی 50% حداقل. ما خود مطمئن هستم اگر دفعه نفس شماری بشه شما زیاد میشین از ما که زن افغان هست گذاشتیم. ما از دید تنها از دید وزیر صحت نه، بلکه از دید یک طبیبه که هر روز اگه نرسم حداقل هفته یک 50 مریض معاینه میکنم و از مریضایی که ما معاینه میکنم 90-95% خانم است. چون رشته ای که ما کار میکنم رشته ای است که بیشتر به صحت جنین و مادر سر و کار داره. قبل از اینکه موارد جزئیات بحث بشم، یک نکته ای که به بیادرای خود میگم است که ما هم ازدواج کردیم، خانواده دارم. هر کوتاهی و خطا و سهلنگاری که در برابر صحت زن افغان صورت میگیره، کلانترین تهانش ما و شما میده. یک مثالش مبحث امروز است. قسم که وزیر صاحب معارف به او اشاره کرد، فهم جمعی سر از توافق داره. او است که انسان خدا به شیوه خلق کرده که هر فصل زندگیش یک میوه متفاوت داره. یعنی قانون طبیعت در قبال انسان، حیوان، نبات و آب و هوا قضاوت مشابه و عمل مشابه داره. هر فصلش یک میوه داره. حالا با بعض میوه ها ما انس گرفتیم، میخوریمش، استفاده میکنیم، خوش ما میه. بعض میوه هاییست که به او رغبت نداریم، راجع نکردیم و به عنوان میوه پربها ولی هرز در افغانستان یا در یک جای دیگه زایی میشه. خیلی از نباتاتی هست که ما میخوریم، خوش داریم، ولی در کشور دیگه او استفاده نمیکنن. ای به این معنی نیست که بد است یا ما خوب استفاده میکنیم. ما همیش میگم مثلا من میگور خوش ندارم، شاید دیده باشین مایه که بسیار چهره بد داره. در کشورهای دیگه خیلی خوشمزه میخورن. فقط ذهنم است، تصورم است که یک قالب فکری رو ده امو ارزش های ما شکل داده، من خوشم نمیه. در فیزیولوژی انسان، در مشیوی ریخت بیولوژی که یا زیستی انسان، یکی از فصل هایش ده مرد و زن بلوغ است و میوهی که بعد از بلوغ میمونه. برای مرد ریش میمونه، بروت میمونه، صورتش تغییر میه. برای خانم در کنار تغییرات دیگه که میایه، که من براتون به عنوان یک طبیب میگم، از این فصل و از این نعمت الهی، یعنی تصور کنین ما تا ابد ریش نمیداشتیم. خدا هر نعمت رو که داده یک حکمت در قبالش است. خب هر دگرگونی که در زندگی ما می آید مزه دیگه داره، مزه نو ایجاد میکنه. فکر کنیم ما از روز اول تا روز آخر ریش بروت نمی داشتیم، مردا چی جور میشد از ما؟ فکر کنین خانم قبلا حقیقتا بالغ نمی شد. و اگر تصورتان ایسته به عنوان کسایی که طبیب نیستیم که خب بالغ می شد، عادت نمی داشت، حامله نمی شد خانم، تغییرات هورمونی در او ایجاد نمی شد. و در این فصل ما براتان به عنوان یک طبیب میگم که زیادترین نعمت و لطف خداوند به خانم داده تا به مرد.
و تغییرات هورمونی و تغییرات فیزیولوژیکی که در بدن خانم ایجاد میشه به مراتب بیشتر و غنیتر از بدن مرد هست. حالا ما در جامعه در فرهنگ استفاده میکنیم که یک میوه را خوش کردیم که ریش است، تغییرات ما تنها ریش یاد نمیکنم، ما بسیار خوش داریم شستشوش پاک بشه، خط بگیریم، به تیپای مختلف تنظیم میکنیم و بر زیبایی فیزیکی مرد میافزایه، بر عزت اجتماعی مرد میافزایه، یک آرایش است، یک زیبایی است که خدا لطف کرده بر ما. ولی وقتی که به خواهر ما میرسه، به مادر ما میرسه، به خانم ما میرسه، او را عار میدانیم. تاوانش کی میده؟ اگر در مبحث عادت ماهوار اما بدبینی و استیگما اجتماعی را نشکنیم، پیشتر آمار خدمت این قسمتش عرض کرد، یک تحقیق ابتدایی که در سال 2017 شده، 50% خواهرای ما به دلیل شرم اجتماعی، به دلیل دیوار فرهنگی که ایجاد کردیم، آگاهی نداره در موردش. 70% از اینا کسایی است که متاسفانه دسترسی به متعهدات بهداشتی ندارن. 30%شان مکتب رفته نمیتونن، به خاطر که ما به عنوان بیادر، به عنوان شوهر، به عنوان پدر او حمایه اخلاقی و ارزشی و بهداشتی رو برش فراهم نکردیم. اگر پدر هستین دخترتان، اگر مادر است، اگر برادر هستین خواهرتان، اگر شوهر هستین خانمتان، رنج میبره، درد میکشه، نیاز به خانم از دید عاطفی به مراتب بیشتر از مرد به حمایه عاطفی نیاز داره، به بستر نیاز داره، بستر فرهنگی و ارزشی که در او بتونه راحت باشه، مثل گل بتونه خوب شکوفا بشه. در بین هزاران خار قطعا گل نمیتونه گل بمانه. استرس داره، استراب داره، زود پیر میشه. اون نعمت را که خدا به خانه روان کرده با یک اشتباه ساده خودت به دست خود رو پژمرده میکنی. از تمامش بدتر که من هر روزی حادث شاید متاسفانه زایه را میبینم، به دلیل مشکلات متعدد که یکیش بندی نفیر هاست، خانمتان، دخترتان نازا میشه و تمامش بحث در چیست؟ اما یک مقوله است نی؟ که یک امپراتوری شکست خورد، ناکام شد. وقتی که تحقیق کردن مشکل در کجا بود؟ که یک آهنگری چکش خود را خوب نزده بود، نعل اسب سرلشکر امون در پای چون چکش خوب نزده بود میخش خطا خورد، اسب بر زمین افتاد، سرلشکر بر زمین افتاد، پرچم بر زمین افتاد، لشکر شکست خورد، امپراتوری از هم پاشید. و شروعش از کجا شد؟ یک چکش خوب زدن نشد. ما یک اشتباه کلان در اکثریت موارد نافهمیده و ناگاهانه انجام میتیم و اویست که خواهر خود را، شاگرد خود را، دختر خود را در یک فضای رشد میتیم که او جرأت از این را نداره که اکثریت موضوعات خود را با پدر خود شریک کنه، حتی با خانم خود، با برادر، با شوهر خود، با برادر خود شریک کنه و او به این ترتیب در یک قفس نامرئی کلان شده. در مکتب میره میشرمه، روزی که عادتش نزدیک میشه مکتب نمیره، درد میکشه، چون در مکتب هم حمایت لازم وجود نداره، هم تسهیل لازم وجود نداره، پیشتر برش اشاره کرد وجود نداره، میشرمه، حمام نمیکنه. ما به عنوان مسئولین سکتور صحت تاکید ما بر ایسته که وقایه آسانتر از تداوی است، وقایه تنها واکسین نیست. ما خو عالم دین نیستم، امیدوار هستم میره جسارتم نپندارین. من نشنیدیم، شما اگر شنیدین امروز برای ما بگین که دین در کجا گفته که فلان مورد نصف ایمان است یا جز ایمان است و جز نظافت. دین موتو بر نظافت تاکید داره. من طبیب تقلید از دین میکنم که براتون میگم وقایه و بهداشت ارزان است، آسان است، ممکن هست. مشکل دیگه که ایجاد شده وزیر صاحب اویست که ما در گذاری که از جامعه سنتی به جامعه مدرن داریم، ما دوچار یک سوء تفاهم و اشتباه شدیم. ما فکر میکنیم که برای پاکی فقط نیاز از کوتکسی که از فاینست خریداری میشه
و 2000 و 3000 هست راه حل است. مگه مادر ما، مگه خانواده ما که 20 سال 30 سال 50 سال پیش زندگی میکرد از این تاثیرات برخوردار بود. ما موانع فکری و ارزشی را ایجاد نکنیم که خانم به دلیل عدم دسترسی از او، با وجود که باز شوهرش همراهش موافق است، نتانه بهداشت خود را و وقایع خود را تامین کنه. ما بس را که شما برش اشاره کردین، پارچه های هر بار مصرف، پارچه هایی که هر روز میتونین رو شستشو کنین، بهترین ابزار است. ما به عنوان دکتر برتان میگم که قطعا اگر دیتول نبود مشکل نیست، اگر صابون حتی نبود در موارد مشکل نیست، اگر پارچه های بهداشتی یک بار مصرف نبود مشکل نیست. کلانترین نعمت آب است، کلانترین نعمت پارچه پاک است در خانه، کلانترین نعمت فکر پاک و همراه است که در خانواده موجود باشد. تا بر نصف از این جامعه در 5 تا 7 روز ما مصیبت خلق نکنیم، استرس خلق نکنیم، اونا را همراهی کنیم، زمینه را برشان تسهیل کنیم که به دفتر آمده بتانن، به مکتب رفته بتانن، در خانه از شوهر خود نشرمه، از برادر خود نشرمه. ما هزاران مورد دیدیم، حتی در خانواده خود ما، در جامعه‌ای که من زندگی میکنم، خواهر از برادر میشرمه و به عنوان یک آر اجتماعی، به عنوان یک استیگما اجتماعی، به من وزیر صحت، به من طبیب مشکل خلق میکنه. من روزانه ده ها مریض دریافت میکنم که عفونت سیستم بولی و تناسلی داره و یکی از عمدترین عوامل رنجش مادر و نازایی مادر عفونت هایی است که در مجاری ادراری و تناسلی خانم شکل میگیره. مردا را ببینید چقدر نازدان هستن، 2 بوجی برنج میرن از مندهی میخرین، خانه میاین تا 1 هفته آخ کمرم، آخ شانیم، میگین یا نمیگین؟ کار را هم دیگه کس میکنه. بدترین درد خانم در عادت ماهوار و با عفونت ها تحمل میکنه. کمردردی بدترین درد است، دردای استخوان، دردای تعریف نشده که خانم نمیفهمه کجایش درد میکنه ولی رنج میبره. او در بستر خواب هر لحظه نمیتونه به گوش تو مرد بخونه و دیگه ریشیش هیچ چیز نیست. و خوشبختانه که در فیزیولوژی یک نعمت دیگه وجود داره که تداویش نکنی، برش تسهیلات فراهم نکنی، تو مرد همون مصیبت به تو انتقال میشه. زمینه انتقال عفونت از مرد از خانم به مرد بسیار آسان است. خوشبختانه که تو هم به این مصیبت گرفتار میشی. بدبختی دیگه ایست که خود تو مردم اگر نظافت رعایت نکنی، تو زمینه ساز انتقال عفونت به خانمت میشی. چون بخوایم نخوایم خانم از ما شما کده با نظافت تر است. برین اگر شک دارین در خانه شما یک روز ظرف بشه رو نام میشوره. لباس های خودتان را هم نگاه کنین، لباس های خواهران را هم نگاه کنین، سلیقه خود را هم نگاه کنین، از اینا را هم. بعض مواردی هست که ما مردها زمین ساز انتقال ویروس و میکروب هستیم. دنیای حرف در این مورد وجود داره، چون بازم میگم این همو چکش اول است که نعل محکم نکرده. ولی چون ما هم مشکل کرونا دیگه گردنم از و هم وضعیت سیم مناسب نیست، صحبت ما به اینجا به پایان میرسانم که در این مورد تمام ما و شما مسئولیت مشابه داریم، ولی از کل ما و شما کرده اینجا یک جمع کوچک دیگه وجود داره که مسئولیتش به مراتب کلانتر است و او رسانه‌های محترم است. توقعیم از رسانه‌های محترم ایست ضمن از این که به پرداخت مصارف رسانه توجه دارن، در قسمت رعایت مسئولیت اجتماعی خود یک کلیپ 30 ثانیه‌ای در این مورد میتونه که یک تلسم کلان را بشکنه، یک عار کلان اجتماعی را بشکنه. و وزارت معارف با رهبری نو یک تحرک بسیار کلان را ما شاهد هستیم و هر همکاری که از جانب وزارت صحت وزیر صحت ممکن باشه ما در خدمت خواهرای خود هستیم. هر چی شما کار کنین بار از دو شما کم میکنین، چون وقایع مریض جلوگیری میکنه که به مرکز صحی بیایه، بر ما کار آسان میکنه. ما عزمی که داریم در صورت که منابع مالی را انشاءالله بتانیم جستجو کنیم، صحت مکاتب را بارش از روی دوش شما برداریم و در این مورد نیاز است که صحبت بیشتر داشته باشیم. به هر صورتش بر تمامتون آرزوی موفقیت دارم. I take this opportunity to thank all our donors and partners
specifically the UNICEF office here in Afghanistan, your contribution in the health sector, and those health sectors which shares the opportunities and resources in prevention of disease in Afghanistan is valuable and highly appreciated by the Ministry of Public Health. The tolo namanana khuda mo wasata da khudai rui wogorai corona jidi woni se khuda qasam ra ghalai dai da us har shpa stas watanwal mri aw yo te da ziyade da marg na battar lahazat tajruba kai aw da jimik na mi gushtana da dai chi pas da dina jimik ki marasim chi nisu tolaniz watan pa ki hatman ba rayato khuda mo wasata shawras manana د وزیر صاحب خډې ته مننه وزیر صاحب څخه قد لوړ دی خو مال پرستنځمن شو لګوس په هر حال له بعد مرغه وزیر صاحب ناروغ هم دی خو بیا هم دی موقع څخه ګټه اخیستنه زموږ لپاره لازمه ده د وزیر صاحب د روغتیا د عام روغتیا د وزارت وزیر صاحب سرپرست وزیر صاحب همدارنګ د پوهنې سرپرست وزیر ښاغلی رنگینه حمیدی څخه هیله کیږي چې همدا اوس هغه بوکلیټ چې یونس افغانستان د دوی په همکارۍ سره تهیه کړی دی جوړ کړی دی هغه پرانیزي تر څو زموږ په تالار کې مېلمانه همدارنګ رسنیز همکاران دغه شاهد وګرځي وزارت ساتومه وزارت معارف و یونیسف یک کتابچه ایره یا دفترچه را به نام دفترچه گویا تهیه کرده به او تعداد از خواهرها و مادرهای ما که به دلیل معضلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی فرصت رفتن به مکتب نداشتند از طریق رضاکارای صحی اجتماعی ما اینا به خانه ها برده میشه اینا هم نوشتاری است هم صوتی است هم تصویری است تا معلومات لازم را در مورد عادت ماهوار شیوه های درست مدیریت نظافت پاکی و بهداشتی در جریان عادت ماهوار و اعراض و علائمی که میتونه بر مشکل بر خانم مشکل خلق کنه و شیوه های وقایع از او شامل از است امروز با استفاده از این فرصت به همکاری جناب وزیر صاحب و همکار ما از دفتر یونیسف ایره باز و افتتاح میکنیم امیدوار هستیم که گامی باشه در راستای تشریع بیشتر آگاهی عامه در سطح قرا و قصبات و جاهایی که خواهرای ما به مکتب رفته نمیتونند تشکر They're still opening it. that's the most successful. Right? Yeah. حال وقتی رسید که از آقای انجینر غلام قادر رئیس برنامه آبرسانی وزارت انکشاف دهات تقاضا به عمل بیاورم تا رئیس تشریف آورده سخنرانی خود را بکنند و از آقای انجینر صاحب خواهش میکنم تا رئیس تشریف بیارن بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین خواهر بسیار گرامی ما سرپرست وزارت معارف آقای حرف دلیس رئیس یونیسف افغانستان حضور بسیار گرامی رسانه‌های بسیار مهربان و عزیز السلام علیکم و رحمت الله من بسیار خوشحال هستم که در بین شما تشریف دارم میخوام عذر جناب وزیر کریمی را جناب وزیر خدمت شما برسانم چون در جلسه بسیار مهم اشتراک داشتن و در دقایق بسیار آخر از ما خواهش کردن تا پیامشان همراه شما شریک بسازم امیدوار هستم که من کل گپایی که جناب وزیر صاحب داشتن بتانم مکمل خدمت شما شریک بسازم بسیار زیاد خوشحال هستم که در این محفل بسیار مهم اشتراک داریم و این محفلی است که بر ارتباط تجلیل از نظافت قاعدگی خورای ما یا بانوان گرامی و همچنان به خاطر استفاده بوکلتی که توسط همکارای تکنیکی ترتیب شده در بین شما هستم و اشتراک کردم
البته تجلیل این روز بسیار مهم باعث ازی میشه تا ما پیشتر جناب وزیر صحت عامه یادآوری کردن تا این خاموشی و یا یک ننگی که در بین متاسفانه جامعه ما وجود داره ما ایره بتانیم دست و دست هم داده از بین ببریم. چطوری از بین برده میتانیم؟ ما قسمی که خوار ما وزیر معارف یادآوری کردن، دکتر سب یادآوری کردن، با افزایش آگاهی عامه ما میتانیم ایره از بین ببریم و این باعث ازی میشه تا تقویت و رشد زندگی در خوارای ما، در خانوما که یک بخش عظیمی از جامعه هستند، در سطح خانواده و در اجتماع بالا برود. افزایش آگاهی در مکاتب، در قرا و قصبات، در دهات این بسیار مهم است. متاسفانه قسمی که جناب وزیر یادآوری کردن بر ارتباط نظافت قاعدگی یا عادت ماهوار در دهات به خصوص کسی نمیتونه صحبت بکنه، یک خاموشی را اختیار کرده، ایره یک ننگ و عار میدانه و از این خاطر این دلیل باعث میشه تا یک کتله بسیار عظیمی از خانم ها در دهات از این آگاهی یا از این موضوع دور باشد. چالش دیگه ای که در این بخش وجود داره، قسمی که و سایبا یادآوری کردن، نبود فضای مسون، نبود مبرز صحی مسون و پاک که او که در اوجا تسهیلات رفع حفظ الصحه، رفع یا مدیریت نظافت عادت ماهوار در اوجا فراهم شده باشه. این چالش دیگه است که در دهات، در مکاتب وجود داره، در مراکز صحی وجود داره و این باعث میشه تا خوارای ما خصوصا یک فیصدی بسیار کلانشان از مکتب باز بمانند یا دوره ابتدایی را وقت ختم کردن به دوره بلوغ رسیدن، اینا نتانن در مکتب یا تحصیل خود دوام بده و این باعث میشه تا اقتصاد جامعه، اقتصاد خانواده و توانمندی که خانوما توقع میره که به او برسن به او نمیرسن. احصایه نشان میده که تقریبا بیشتر از 50% مکاتب دسترسی به خدمات آب و زلسیه را ندارند و یک چالش بسیار عمده است که متاسفانه باعث میشه سطح تحصیل، سطح تعلیم پایین بمانه. ولی خوشبختی ده ایست که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تحت رهبری جلالت ما رئیس جمهور، وزارت معارف، وزارت صحت عامه و وزارت انکشاف دهات من حیث شرکای کاری کلیدی در بخش پروگرام آب و حفظ الصحه دست به دست هم داده، کارهای بسیار خوبی را کردن. متاسفانه در دهات وقتی که ما ببینیم دهات یکی از ساحاتی است که محرومیت ها در اوج بیشتر است، به او اساس ایجاب میکنه تا فعالیت ها و تمرکز بیشتر در بخش کمک های انکشافی و بشردوستانه در سطح دهات صورت بگیره. وزارت انکشاف دهات من حیث یک وزارت سکتوری کلیدی در بخش آب و حفظ الصحه تا به حال در همکاری و هماهنگی با وزارت محترم معارف و صحت عامه تانسته تا از طریق پروگرامی حفظ الصحه کامل و رهبری جامعه یا Community Led Total Sanitation بیش از 60 ولسوالی را در افغانستان به صفت ولسوالی پاک اعلان بکنه که شامل هزارها قریه میشه. هدف این پروگرام یا هدف این برنامه ای است تا ما دهات خود یا قریجات خود از رفع حاجت در فضای باز ما نجات بتیم یا سهولت ها را ما برابر بکنیم. احصایه که صورت گرفته نشان میده که 25% مرگ و میر اطفال ما، خصوص اطفال زیر سن 5 سال، به خاطر نبود حفظ الصحه اساسی و درست، اینا زندگی خود پیش از اینکه به یک سالگی برسن زندگی خود از دست میده و این رقم در دنیا نسبت به دنیا، نسبت به جنوب آسیا، افغانستان بالاتر است. اما پروگرام
CLTS یا حفظ صحه کامل به رهبری جامعه که ایره وزارت محترم معارف، صحت عامه و انکشاف داد مشترکاً به پیش میبره باعث میشه که ما بخیر تا سال 2026 ما بتانیم حداقل او ساحات را که مردم دسترسی به تشناب ندارن، به مبرز ندارن و رفع حاجت در فضای باز میشه ای به صفر برسه. با استفاده از این فرصت این موضوع بسیار مهم است تا در بخش نظافت ماهوار و مدیریتش بسیار توجه زیاد صورت بگیره تا خوارای ما، همشیرای ما بتانن با اونمو دیدی که هر جوان از این وطن داره تا یک روز مصدر خدمت شود، یک روز به آرزویش برسه، یک روز در اقتصاد و شگفایی افغانستان سهم داشته باشه به او برسه. فرصت دیگه ای که در قرا و قصبات وجود داره ای است که در حکومت فعلی برنامه ملی میثاق شهروندی که هم در دهات خوشبختانه ای در جریان است، هم در شهرها در جریان است، شورای انکشافی قریه ایجاد شده. این شورای انکشافی قریه نظر به دیدی که حکومت داشتن 50%ش از طبقه خانوماست و یک فرصت بسیار خوب و کلان است تا ما بتانیم سطح آگاهی را ما از طریق شوراها بلند ببریم. ما این بوکلتی که ترتیب شده یا پیامایی که از طرف تیمای تخنیکی پیامای استاندارد صحی و آگاهی دهی به خاطر نظافت، به خاطر حفظ صحه ترتیب شده و قبول شده، ما بتانیم از طریق شوراهای را آگاهی مردم بلند ببریم و یک فرصت بسیار خوب است و وزارت انکشاف داد متعهد است تا با استفاده از شورای انکشافی یکی از اهدافی که در اهداف انکشاف پایدار یا Sustainable Development Goal که توانمندسازی خانوما هست، دسترسی به خدمات پاک و مسئول آب و حفظ‌الصحه هست، ما بر از این هدفی که تعریف شده یا تعهد شده نایلیم. خانم ها و آقایان، مشکلاتی که وزیر صحت و وزیر معارف یادآوری کردن، مشکلاتی که ما یادآوری کردم، بر ما یک تعهد را به جا میماند تا ما بتانیم مشترکاً به پیش برویم. به این لوحه که ما میبینیم تنها دولت هم نمیتونه که به تنهایی تعهدات را یا این مشکلاتی که وجود داره ایره رفت بسازه. وقتی ما دست به دست هم بتیم یک جای کار بکنیم، حتما ما میتونیم مشکلاتی که وجود داره یا هدفی که تعیین شده ما به او برسیم. در اخیر ما میخوایم از تیم تخنیکی که زحمت کشیدن این پروگرام ترتیب کردن، از اونا از صمیم قلب تشکر بکنم، از همکارای وزارت صحت عامه، از همکارای وزارت محترم معارف، از همکارای وزارت انکشاف دهات و به خصوص از جامعه تمویل کننده ها و مخصوصا یونیسف که یک پارتنر بسیار کلیدی در بخش آب و حفظ‌الصحه هست ما تشکری بکنیم. ما افتخار زیرا داریم وزارت انکشاف دهات که در پالوی ازی که ما در قریجات کار میکنیم، اگر در یک مکتب یا در یک مراکز صحی آب صحی ضرورت باشه، نبود آب باشه یا ضرورت به امار مبرزا باشه، اونمو مشارکت دوامدار و خوبی را که ما داریم ای را دوام بتیم و مصدر خدمت باشیم. به امید از این که روز ما شاهد از این باشیم که اگر یک طفل یا یک خواهر ما در مکتب به خدمات آب و حفظ‌الصحه در خانه خود دسترسی داره، در مکاتب هم دسترسی داشته باشه، در مراکز صحی هم دسترسی داشته باشه، تا ما شاهد از این باشیم که اونمو موفقیت را یا اونمو هدف را که آقایان یا مردها سهولت دارن یا به او میرسن، خوارای ما هم با مو هدف و با مو امیدی که هستن به او برسن. از توجهتان بسیار تشکر. بازم با امید روزی که هر شهروند افغانستان چی در مکتب است چی در قرا و قصبات است دسترسی به این خدمات داشته باشه،
و مشکلاتی که از نبود آب از موجودیت خدمات زلزله‌ای بسیار ضعیف و نادرست به وجود آمده از بین برود. و السلام علیکم و رحمت الله. تشکر. دی انجینر صاحب خدیر عزت مننه. دا چې زموږ نننی مانځغونډه د ماشومان لپاره ده، په خاص توګه د انجینر لپاره ده، او د هغوی د ښوونځي تګ لپاره ده، او دا چې دوی باید په خپل میاشتنی عادت کې د حفظ الصحې او پاکوالي څخه کار واخلي دې لپاره ده. نو د خوښۍ ځای دی چې نن په خپل منځ کې د لرې لارې څخه یعنې د لغمان څخه داسې یو پیغله لرو چې راځي موږ تاسو سره به خبرې کوي، موږ تاسو به خپله کیسه وایي. دا چې یونیسف د عامې روغتیا د وزارت په مرسته همدارنګه د پوهنې وزارت په مرسته باندې وکولی شو د دوی په ښوونځیو کې هغوی ته جلا تشنابونه جوړ کړي، تصویرونه جوړ کړي، او دوی هوس سره د خپلو ملګرو سره او دوستانو سره ښوونځیو ته ځي او خپل ښوونځیو ته خپل درسونو ته ادامه ورکوي. نو د سپنا جانې څخه هیله کوم چې د ریز مخې ته تشریف راوړي، خپله کیسه خپلې خبرې موږ سره شریک کړي. وایي چې غوټې پسې وهي په لاس بدر شي، چغټې پسې وهي په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمخه د پوهنې جلا وزارت مشرتابه، د افغانستان د دولت په استازیتوب ښاغلو مشرانو، د یونیسف محترمې اداري مسؤلین، او په تالار کې ټول درنه حاضرینو، خویندو ورونو ته د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ستره تحفه چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څخه وړاندې کوم. زه سبنا ساجد د لغمان ولایت د مهترلام ښار اړوند دالې خېلو د نجونو لیسې د 12م ټولګي زده کوونکی یم. زه دالې خېلو د نجونو لیسې د زده کوونکي په استازیتوب په خپل وار سره د پوهنې جلا وزارت او یونیسف محترمې موسسې څخه مننه کوم چې زموږ ښوونځي کې د څښلو د پاکو اوبو برابرولو، عصري او جوده تشنابونو د جوړولو، د نجونو د میاشتنۍ عادت د دوران حفظ الصحې، د مدیریت په اړه د عامو پوهاوی، او د وینې د کموالي څخه د مخنیوي په برخه کې د اوسپنې او فولیک اسید ګولۍ د توزیع او نورو برخو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې ستایو او مننه ترې کوو. محترمو مشرانو او درنو استازو، ستاسو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې اوس زموږ ښوونځی د زده کړې لپاره یو مناسب چاپېریال درلودونکی دی. درنو حاضرینو، اوس زموږ زده کوونکي د شته اسانتیاو څخه په ګټه اخیستنې سره په پوره لیوالتیا زده کړه کوي او کوښښ کوي تر څو خپلو هیلو ته چې د هیواد لپاره د خدمت جوګه کیدل دي ورسیږي. او دا د دې خبرې مزداق دی چې وایي عقل سلیم در بدن سالم است. زه یو ځل بیا له فرصت څخه په استفادې له خپلو مقاماتو او مشرانو څخه هیله کوم چې زما د ښوونځي په څیر ټولو ښوونځیو کې د اسانتیاو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي. ټول زده کوونکي زموږ په څیر مناسب ښوونیز چاپېریال څخه برخمن شي. ستاسو له پاملرنې څخه نړۍ مننه کوم د تلپاتې سولې او ځلانده معارف په هیله. د سپنا جانې څخه ډېره زیاته مننه، او مننه چې د لغمان ولایت څخه تر ځای پورې راغله او موږ سره یې خپله کیسه او خپله ویناوې شریکې کړې. ما شخصا گزارش ها و سلسله تحقیقاتی که یونیسف افغانستان با همکاری وزارت معارف انجام داده در سالهای 2010 و 2016 در ارتباط به حفظ الصحه دختران و نرفتن دختران به مکاتب را به دقت مطالعه کردم. جای تاسف است که در یکی از گزارشات نوشته است که در بعضی از نقاط کشور ما دختران در دوران حیض و یا عادت محورشان را از بقیه اعضای فامیلشان پنهان میکنند، ترس از این که دیگر اجازه رفتن به مکاتب نخواهند داشت و یا هم مجبور به ازدواج های زیر سن خواهند شد. هر دختر حق زندگی کردن را داره، هر دختر حق تصمیم گیری در زندگی خود را داره، و هر دختر حق تعلیم و تحصیل داره. دیده طول استونز سره سره بیا هم دی خوخه زایده چی په فراه ولایت کې دی یونیسف افغانستان په همکاری، دی عام روغتیا وزارت په همکاری، هم درنګ دی پوهنې وزارت په همکاری باندې موږ وکولای شو چې په خوانځیو کې جلا دستشویونه او تشنابونه د نجونو او هلکان لپاره جوړ کړو. همدارنګه تیره ورځ په بلخ کې په 15 ښوونځیو کې یونیسف افغانستان وکولی شول چې د نجونو لپاره جلا تشنابونه تیار کړي تر څو نجونې وکولی شي په اسانۍ سره ښوونځیو ته لاړ شي. او همدارنګه یو بله ډیره مهمه خبر چې د هغوی د زده کړو دوام او ادامه ده، هغه هم مرستندوی اوسیږي په دې برخه کې. نو اوس د محفل او د غونډې په دې برخه کې د یونیسف افغانستان د نماینده ښاغلی هروی لودویک ډیلس څخه هیله کوم لریز مخې ته تشریف راوړي او په دې هکله اړوندې ویناوې موږ تاسو سره شریکې کړي. ګوډ مورنینګ ټو آل آف یو. یور اکسلنسی د فرست لیډی آف د اسلامیک ریپبلیک آف افغانستان،
Honorable Minister of Education and Health, to whom I am grateful for the trust, the confidence, and the warm welcome I have received since I arrived in Afghanistan 2 months ago. Distinguished representatives of donors, communities, and other branches of government, ladies and gentlemen, and most important, students, girls, that are among the most important shapers of the future of Afghanistan. Let me first begin by expressing my heartfelt condolences following the terrible attack on the Syed al-Shuhada High School this month. The loss of so many children, most of them bright, young female students, has left us so sad at the senseless loss of life. We must continue to honor their memories and our collective efforts, marked today by the launch of the menstrual hygiene management guidelines for community health workers, reflect another important step forward in our commitment to advance the health, education, and empowerment of girls in Afghanistan. In the complex social-cultural setting of your country, reaching this landmark moment could not have been possible without the steadfast support of the First Lady and the leadership of you, Mr. Minister of Education. The questions that many may ask is, why the launch of these guidelines? Why it is so important? So let me recall a few facts for all those who are not so familiar with this issue. First, of the 9.2 million students enrolled in school in 2018, nearly 40% were girls. Enrollment of girls have made steady progress over the years, but the challenge of making sure that they remain in school all the way to tertiary education is a daunting challenge that requires a variety of actions. Second, we must remember that in spite of this progress, more than 4 million children are out of school today in Afghanistan, and other 60% of these children are girls. And sadly, in some regions, this percentage is over 80%. So 80% of the children that are out of schools are actually girls. There are many reasons for girls being out of school, but one of the main ones is the lack of water and sanitation facilities, including those for menstrual hygiene management. In practice, this means that when girls and young women go through their menstrual period, they do not have access to private and hygienic facilities to use, hence compromising their dignity and reducing the number of days they go to school, which in fact means that their right to education will not be fully realized by a process that is part of life. But the lack of water and sanitation facilities in school is not the only obstacle that prevents girls from achieving their full potential. One of the main drivers of this inequality is actually the lack of information on menstruation. Last week, my office conducted a quick survey, and the main conclusion from 2,500 people who responded are as follows, and many of them were actually young people. Around half of the girls told us that they started menstruation without knowing what was happening to them or why. That's 50% of girls. They just didn't know what was happening.
38% of the girls said that they feel sad when they have their first period, and 80% felt dirty. 30% told us that they have missed between 2 and 5 days of school per month, simply because of something that is part of life. Finally, these obstacles that girls and women face are not easy for them to overcome because the cultural norms and the stigma makes it difficult for parents and caregivers to speak to their daughters about menstruation, although the majority of parents or caregivers admit that it is their responsibility. So because these guidelines are accessible for out-of-school girls and for girls in general and young mothers, including those with disabilities, I'm really, really impressed to see that, you know, it covers the need of women and girls with disabilities. And due to their simplicity and factual design that cover every information needed, including what to expect when menstruation starts, how to stay clean, which healthy diets to follow, how to address anemia, a main cause of maternal mortality at time of delivery, and more, we have the firm conviction as UNICEF that the promotion of these guidelines will make a sound and durable impact in the lives of many girls and young women. To carry this effort further immediately, I am pleased to announce that as early as next month, we will be training 68 provincial female master trainers in 54 provinces on menstruation management, and we expect to see much needed positive change rapidly. Moreover, this morning, I'm pleased to inform that UNICEF has reserved funding to work with the First Lady and the government and the private sector to develop affordable sanitary products so that girls can progress in society with dignity. It's not a lot of money, but it is seed money. It's the beginning. So my ask to all of you today is to help us break the silence around menstruation, challenge the stigma, and engage everyone from government services to communities to help promote and deliver these critical services for every girl and every young woman of Afghanistan. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Hervé. Children in Afghanistan, especially girls, are very lucky to have UNICEF's support, and so am I. ځینې اشتباه عقیده او اشتباه معلومات د حیض دوران په حقله چې ناسم کلتوري او فرهنګي بڼه لري د دې لامل ګرځي چې د نجونو زده کړې او د نجونو روغتیا ته لاسرسی لا نور هم ټکنی شي. له نیکه مرغه نن په محفل کې داسې دینی عالمه په خپل منځ کې لرو چې د داسې ناسمو عقیدو او باورونو ته د پای ټکی ایږدي. اغلی زینب ماهد چې د پوهنې وزارت د سرپرست وزیر صاحب د اسلامي امورو کې مشاوره ده، د هغې څخه هیله کیږي د دریز مخې ته تشریف راوړي او خپلې ویناوې موږ تاسو سره شریکه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین. و بعد، خواهران و برادران عزیز، جناب وزیر صاحب معرف و محترم نماینده نهاد یونیسف در افغانستان، تمام حضار محترم، اهل رسانه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در لابلای صحبت های وزیر صاحب صحت و وزیر صاحب معارف به نحو امو گپایی که ما باید میگفتم پرداخته شد در نهایت، و ما میخواهیم به شکل خلاصه، چون آخرین سخنران باید همیشه امو اقتضای حال مخاطبین و خستگیشان هم درک کنم، من میخوام بسیار کوتاه و محوروار به چند شماره اشاره کنم. اولی که تلاش در راستای آگاهی دهی عامه در یک جامعه و تلاش در راستای ایجاد تسهیلات صحی و بهداشتی
که همکارا و دوستای ما از وزارت کشاف دهات هم صحبت کردن و ای که وادار کردن کارفرمایان به خاطر در نظر داشت وضعیت روحی خاصی که مختص زنان از در این وضعیت و در این دوران یک کارزار جهانی را می طلبه به نظر من. و من نمی فهمم که چون باید دقیق مطالعه شود که آیا در مدرن ترین کشورهای جهان که غرب تقریبا نمایندگی زور می کنه آیا با او پختگی اجتماعی رسیدن که یک مقدار روزهای مشخص را در این روزها کارفرمایان در تمام ادارات و شرکتها و جاهای اقتصادی به خانمها رخصتی بتن و در او حالات چی وضعیتی هست؟ این نیاز به یک گفتمان جهانی داره که البته افغانستان هم میتونه که با توجه به 26% نیروی کار زنانه و 36% تقریبا 36-40% دختران دانش آموز و مکاتب یک طرحی را در همسویی با جهان اتخاذ کنه که یک طرحی را ما بیاریم لااقل به بهبود وضعیت بهداشتی و صحی و روانی در این دوره. نکته دومی است که خواهران و برادران عزیز، قبل از اسلام ای در تاریخ تمام ملل و ادیان و حتی تمدن‌هایی که جاهلیت را در بیشتر کتب تاریخی جزء تمدن نمی‌دانند و میگن اینا جامعه بودند که از تمدن به دور بودند و شهرنشین نبودند و میگن که کلانترین چالش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بود که این مردم را از بدویت و قبیله‌گرایی و زیست قبیلوی به سوی مدنیت و شهرنشینی راهنمایی کنه. کلانترین مشکل حضرت رسول ای بود. ولی در تاریخ تمدن‌ها وقتی مطالعه میکنیم ما میبینیم که یکی از بزرگترین عوامل ظلم مضاعفی که به جنس زن به نیم پیکری از هویت انسانی دیگری که زن از او نمایندگی میکنه تحمیل میشد و رفتار بدتر از حیوان با او صورت میگرفت، امید دلیل عادت ماهوار بود که کاملا یک امر از قدرت انسان بیرون هست و یک عادت طبیعی است که بر اساس قدرت خداوند متعال برای تداوم نسل در وجود زنها گذاشته شده. اما این یک نقطه بود به خاطر ظلم مضاعف به زنها. اسلام اصلا آمد که تبعیض، توهین و تحقیر انسانها را از بین ببره. اسلام آمد که به انسانها بگوید که شما از دو هویت مستقل یکی مرد و یکی زن در از یک جنس و یک نفس آفریده شدین، در نهایت همگی شما به عنوان انسان هویت داده شدید، هیچ کس به هیچ کس دیگه برتری نداره مگر به تقوا. و حتی در مشکل ترین سوالات احکامی که از حضرت رسول سوال میشد خود خداوند متعال از فراز عرش به این سوال جواب میده که یسالونک عن المحیض قل هو اذى، تو را در مورد عادت ماهوار پرسان میکنم، تو بگو که یک اذیت و یک حالت خاص روحی زنان است. ای که مفسرین در این رابطه چی میگن بعد بسیار کلانی را در بر میگیره. هنوز هم جایش است که خواهران ما که در بخش های طبی، در بخش های دین اگر تحقیق میکنن مینویسن، میشه که برداشت های دیگه خودم بر زاد او مازاد او برداشت هایی که مفسرین اسلام دارن و فقها دارن به ای علاوه کنن. ما میخواییم این را بگویم که ای که جهل که در جوامع مسلمان حاکم است، دید عنعنوی، برداشت های عجیب و غریبی که وجود داره، این را به پای اسلام نگذاریم. 1400 سال قبل در ابواب قطور، در کتب فقهی، در کتب حدیث، در قرآن کریم از ابتدا داستان و پرونده مسئله حیض و استحاضه و نفاذ و شروط نماز تمامش بسته شده. این جهل ماست، باید ما به میراث خود مراجعه کنیم. هیچ رای دیگری نداریم جز ای که در کنار موارد بهداشتی که باز ما میخواییم میره تأکید کنم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میگه که انتم اعلم به امور دنیاکم، شما بهتر از هر کسی با امور دنیایی خود میفهمین، یعنی دیگه در بر صورت کل این مشخص است، اما شما خودتان میفهمین که آب چه قسم اونجا تهیه کنین، چی وسایل بخواین تهیه کنین، با چی سیستم میتونین خانم ها را کمک بکنین. در تمامی از این دیگه انسان خودش باید به یک ذره به مغز خود و به
هم نوا با دنیا و با جهان پیش بره در راستای ازی که مبارزه کنه با مشکلات بعدی که برخواسته از عدم رعایت حفظ صحه میشه در دوران قاعدگی. مسئله سیومی را که میخوایم اشاره بکنم این است که زنان وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به مدینه رفتن و دولت شهر خود را تأسیس کردن، وضعیت بهداشتی و وضعیت فرهنگی مردم یک ذره بهتر بود، چون مدینه از تمدن گرفته شده و یک مقداری به شهرنشینی دلالت میکنه در کتب فرهنگ و معاجم لغت عربی و خصوصا به معنایی که به فارسی میته. اونجا گروه گروه زنان انصار بدونی که بشرمن و یا خجالت بکشن میامدن از محضر رسول صلی الله علیه و سلم در مسجد در حضور حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه که در کتب معتبر اهل سنت روایت است می آمدن زنانه ترین و شخصی ترین و جنسی ترین مسائل شخصی خود را از حضرت سوال می کردن و بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که بهترین زنان زنان انصار هستند که از طرح سوالات شرعی و شخصی خود خجالت نمی کشن. و از همه مهمتر این رو میخوایم بگویم که خود امهات المؤمنین، چون اینجا بحث منبع و مأخذ مطرح است، کلانترین راویان حدیث ابواب شخصی که در مسائل زنان مطرح است بودند و مخاطبین از و مردا بودند و راویای بعدی در کتب حدیث معتبر اهل سنت مرد بودند و هیچ از این موضوع خجالت نمیکشیدند. من میخوایم در نهایت ای را بگویم که پرسیدن مسائل شرعی، طبی و حفظ صحی که زنان از حضور مردا مطرح میکنند، حالی که او دکتر باشه یا عالم باشه، شرم نیست و در دین فهم احکام شرعی شرم شمرده نمیشه، بلکه عدم آگاهی از او شرم است، به خاطر از او که باز ما نمیتونیم که نماز و عبادات خود را درست انجام بدیم و این مسئله به شکل مستقیم با اجرای با انجام عبادات و احکام شرعی حج و طواف و مسائل نماز و روزه مطرح است. و به خاطر اینکه زن در این حالت بسیار یک وضعیت خاص روحی و عاطفی را و طبیعی است که حالت سختی را که الله قرآن کریم را تعبیر میکنه داره تجربه میکنه، خداوند متعال او را از اجرای عبادات و حج و روزه معاف میکنه، نمازش قضایی نداره، اما روزه را باید در وقتی که خوب میشه قضایش را بیاره و این هم یک سهولت و رخصتی است که الله متعال با توجه به مو شناخت طبیعی که از جسمی که آفریده به نام زن و روح لطیف و جسم لطیفی از او را در کنار قوتی که بعداً به خاطر مادر شدن داره این رخصت را خداوند برش داده و این در دین و در قرآن تسجیل است. نقطه ای که باز هم میخوایم اشاره کنم از قرآن شروع تا کتب سنت و تمام فقه ما ای گپ را سالهاست قرنهاست که بسته، باید به میراث خود مراجعه کنیم. فرهنگ مردم ما متاسفانه طوری است که ما اگر هرچی بیاییم از یک بود دیگه بیاییم، مثلا مدل های غربی که برای آگاهی دیگه که من مطالعه دارم که بیشتر از یک قرن نمیشه که اونا شاید کمتر از اوست که به این مسائل میپردازن، ما قرن هاست که گفتم دوسیه شبستیم، اما باید مطابق به ذوق جامعه شناختی و فرهنگی ما مطرح شوه. ما حالا مثلا بیاییم بگوییم که شما بروید، من معذرت میخوایم اما مجبور هستم که در جایگاهی که به عنوان یک کسی که شاگرد دین است ما بگویم، بیاییم ما با شعارهای عجیب و غریب و عکس‌های مستهجنی که در فرهنگ اسلامی ما از سوی ما، باز هم تأکید میکنم که فهم دین هیچ شرم نیست، دانستن مسائل پزشکی شرم نیست، پرسیدن از او از محضر علما و پزشکان و طبیبان شرم نیست، اما از سوی حیا هم شعبه ای از شعب ایمان است. آیا تمام فطرت زنانه اجازه میدهد زنان مادران ما، بیبیای ما، خاله ها و عمه های ما، زنان دیگری که در قرا و قصبات است، به یک عده زنانی که همیشه در راستای استحکام پایه های اینجویی خود حقوق ما را سالها به تجارت گرفتن که باز با قصه های عجیب و غریب بر تبل برملا کردن رازهای جسمانی زن که شاید زنی نمیخواید در این تو فرهنگی فاش شود، این حق را برشان کی داده؟ این شدیدن مورد
رد خود زنان مردان افغانستان قرار میگیره. ما در نهایت میخواهیم این را بگویم که هر کاری که در راستای بهبود وضعیت انسان است در جامعه اسلامی و انسانی قابل پذیرش است، باید مطابق با روح عمومی جامعه مطرح شود. من میترسم که باز هم مثل دو دهه دیگه که همواره ما از حقوق زن گفتیم که یکی از مسائل اساسی دین بود، ولی چون درست مطرح نشد و امانت‌های جهانی و ثروت‌های کلان جهانی به دست افراد نااهل سپرده شد، من میترسم که باز هم این حق مسلم هر انسانی که به نام زن هست و آگاهی از او به یک شکل برعکس و تشنجزا و حساسیت زاد جامعه بدل نشه که باز ایوازی که به زن فایدهش برسه به یک نحو آسیبی از او و دودی از او به چشم تمام دخترک‌ها و خواهران و مادران ما برای این وظیفه اول قبل از مکتب هم وظیفه مادران هست. من تقاضا میکنم از سازمان یونیسف اگر برنامه دارن در راستای بهبود وضعیت زنان افغانستان با دقت این پروژه ها را دنبال کنن. ما تجربه های تلخی را داشتیم از عدم بهبود وضعیت زن در افغانستان و تجربه های تلخی را از سپردن کار به کسایی که اهل کار نبودن و حساسیت زا شدن مسائل و ما را از امون حقوقی هم که خداوند متعال بر ما داده بود نه تنها که به او نرسیدیم، ما را فرسنگ هام دور کرد. اینطور نشود که این مسئله هم آگاهی دهی از بهداشت که دین ما به او بنا یافته شدن نصف ایمان ما را تشکیل میده باز یک معضل شود که بدتر به شخصیت و روان و امو حالت زن در یک جامعه که به شدت جنسیت زده، به شدت در فقر جنسی، به شدت جنگ زده، به شدت متاسفانه عدم امنیت به فرهنگ اسلامی و ملی ما آسیب زده، ای باز یک تعنی دیگه در سرک ها و خیابان ها باز به ما نشه. ای کنترل شوم از وزارت معارف که در رأس از رهبریت زیر تقاضا داره، در جایگاه کارمند وزارت نه، در جایگاه یک مادر، یک معلم و یک زن استدعا میکنم که رهبری و مدیریت انشاءالله به شکل درست صورت بگیره تا این به شکل درست در جامعه فراگیر شود. حق هر دختر از پاکی، نظافت، اما دین، طبیعت، بهداشت، نماز و طهارت اصول غیر قابل انکارن، اما هر کدام تفکیکی را دارن که ما نمیتونیم که بیاییم بگوییم که شما برین در یک دورترین قرا و ولسوالی افغانستان زنای افغانستان هم مادرها و بیبیای ما را مجبور کنیم که خاله بیا از امو وقت قصه کن، نشرم. خب میشرمه، این طبیعت است که خدا در وجودش آفریده. ما به جنگ طبیعت و فطرتی که خداوند بر امو اساس انسانها را آفریده نمیتونیم به بهبود وضعیت کمک کنیم. بیاین راهکار را بگوین که مبارزه با سرطان، با عفونت، با بیماری و با مرگ و میر اطفال صورت بگیره. به خیر و سلامت باشین. خدا کنه که حرفای ما کسی را نیازرده باشه. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي اغلي زينب ماهت خا يوان نړي مننه چې ډېر مهمه ټکته اشاره وکړه او درنو ملمنو دي محفل او د لمنځوندي په پای شیبو کیو او ها پای ویناوي اغلي رنگینه حمیدی دي په هني وزارت سرپرست وزیر مختص وړاندې کوي دي وزیر صاحب خیر کی چې تشریف راوړي. بیا هم سلام علیکم. ډېر مننه دوستانو سره چې د پروګرام در اخیره پورې زموږ سره کښېنستل. په دې مهمه موضوع باندې مو غوږ ونیوي او ان شاء الله اطمینان لرم، ایمان لرم چې تاسو به ټوله د نن وروسته د دې مهم کار په اکله خپل هلې ځلې ته ادامه ورکوئ او چا چې کار په دې اکله نه یې کړی شروع به پکوئ. په اخر کې غواړم تشکر وکړم د وزارت محترم معارف همکارانو سره چې شپې ورځې هلې ځلې کړې دي، کار مو کړی دی، مننه ساس. وزیر صاحب صحت عامه او همکاران یې چې په دې کې ډېره شایسته وینا او همکاری یې ښودلې ده، خصوصا د دې چاپ په اړه. وزیر صاحب کریمی او همکاران یې انکشاف دهات، او بالاخره یونیسف ته بیا مننه کوم، مستر ډیلس اینڈ یور انټایر ټیم فور یور کنټینیوډ سپورټ، کنټینیوډ کمیټمنټ، اینڈ فور کنټینیوینګ ټو بیکم ټو بی ټو ریمین اور best partner in all the wonderful work that the Ministry of Education has done, is doing, and will continue to do. The Afghanistan, the Afghanistan, chi aram abad, aw the yani the gulzar Afghanistan pahila, sa sabya manana kom razmo pakhair, aw zmushtisi injuni di khudai abadi, juri, sehatmani walari, chi de Afghanistan nasalta
په کرنو کرنو نور کې ادامه ورکړي. ورځ مو په خیر.